دوستان آخر شبه و خواستم یه گیفتی به شما بدم یه کادویی به شما بدم ما تون پرسه سفرمون و به یکی از فستیوال ها از فستیوال نرفتیم به شب نشینی شاعره که در این فستیوال بودن رسیدیم و بالاخره یکی از شاعرهایی که صحبت شد از ایران که شنیدن و یه خانمی اومد شاعر فرانسوی بود شاعر اسپانیش هست ایتالی هست و یه خانم فرانسوی اومد گفتش که من شعر نوشتم درباره ایران و این شلش درباره این درهای دو, لنگه هست که یک لنگه شو مثلا یک کوبه زنانه داره و این سمتش کوبه مردانه داره من خودم اینو نمیدونستم داستانش گفت حیرت کردم و بعد این شکل این کوبه مثلا اون بخشی که زنها در میزنن شکل کسه اون بخشی که مردها در میزنن شکل کیره و این یک بازی توی این ایجاد کرده به شعرش عجیب خریبه من شعر فرانسویش خود شاعر میخونه نسخه فرانسویش رو بعدش من هم این کردم اینجا دوست داشتم شما هم دعوت بکنم بعد من شعر تجربه فارسیش رو میخونم و چون شعر سختیه واسه تون توضیح میدم کنه کنه دیدیو کوش و بف اسومه Coup sur la porte, presque une clochette. À gauche, une lourde coute. À droite, un anneau vulve. Que le torse se bombe, que le voile s'ajuste. Une même porte, deux invitations. De part et d'autre, au corps sont donnés de parler en premier. Miroir facétieux, chacun se prépare au rituel. Ablution en résurgence, parapet de la décence, murmures et froissement, ragots et poignées de main, les femmes là, les hommes ici, feignant de s'éviter, alors que tous les sens meurent de s'isoler, de s'immoler à l'aube, à l'hôtel domestique. Sortir par la même porte, muette, sourde, indifférente, ces doubles battants tenus béants par Munkar et Nakir. Les mains encadrant, raides, le corps frôle les deux ortoires au souffle court qui enfin se font face sans honte ni désir. Thank you, thank you. Est-ce version Je suis en train من عجیب و حسودیم شدیم ما این همه شاعر ایرانی داریم هرگز درباره این شعر ننوشته یعنی من هیچ من که همه شعر رو خوندم دیگه هیچ شعری من تا حالا در این باره نشیدم و ایشون من شعر واسه میخونم میگه در را بزن طوری که گاف میش له بزن به در صدای زنگوله در بیار این سمت در یک قطعه دروش و سمت راست حلقه کوب عین کس سینه سپر چادر به سر شود دلنگ در هر لنگ یک دعوت نامه از هر طرف بدن هایند که اول حرف میزنند آینه های عوضی همه را آماده مراسم میکنند آب کارگردان این وزوست و نجابت هایل پچپچ پش پش جماعت به هم سایدن لباس ها و غیبت بین دست دادن ها زنان آنجا و مردان اینجا تظاهر می کنند که بی توجهند که جنس مخالفی در بین نیست در حالی که می میرند برای رفتن به منبر رختخواب خروج از همان در که حالا کر و لال و بیتفاوت دو لنگ در هر لنگه دست نکیر و منکر و دستهای های شق چسبیده بر دو پهلو که جسد را غاب کردند سایده میشوند بر دو کوبه در دو کوبه که دیگر نفس نمی کشند دو کوبه که در نهایت روبروی همند به هیچ شرم و تمایلی این شعر شعر خیلی جالبیه واسه من من حوصله این شعر الان مدتی ندارم همش باید درباره یک انگیزه بده و در واقع باید یک شعری باشه که به مبارزه به فایتینگ ولی این این شعر هم فمینیستیه هم در عین حال اون در واقع شاعر فرانسوی اومده تو کشور ما در واقع تاریخ ما رو خونده چهار تا برخورد داشته و یه کشفای عجیب غریبی داشته وقتی ازش پرسیدم دیدم که این همه شناختش از ایرانی که بوی فرند ایرانی بوده و من حیرت کردم که اصلا اون بوی فرندش برخورد کرده با این صحنه که درها اینگونه این داستانو دارن و چنین شعری نوشته و ما هیچ شاعر ایرانی نیدم چه کلاسیک چه این اواخر هیچ کی این بس خیلی عجیبه این داره میگه در را بزن طوری که گاو میشله یعنی اون در مردونه رو باید یه جوری محکم بزنی که انگاری گاو که میدونی که ما مثلا میگیم مثلا میگیم که آه... گمش گمش گلگمش گیلگمش گیلگمش گل 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 یعنی یک خیته مسکولین دارن دیگه این گاو که میاد از گیلگمش میاد بعد میگه یه جوری این دره بزن که اون گیلگمش که سمبول مسکولینه و آنتی فمینیسی هست اون له بشه بعد حالا سمت چپ در میگه بزن به در صدای زنگوله در بیار این زنگوله ای که سمت در زنانه هست شبیه کس زنه و این رو میگه یه جوری بزن که صدا نه فرق میکنه صدای اون که بخش دری که لنگه مردانه داره خشنتره و اینی که مال زنانه است پس صدای زن میده زنگونه است یعنی زنگوله رو مثل زنگونه آورده و از اون زبانی هم خوب کار کرده مثلا اون سمت راستی که اون کوبه داره مثل یک قطعه درشته این قطعه درشته اگر نگاه بکنید شبیه مثلا کیرم هست شبیه آب کیرم هست و در این حال سمت چپ اون حلقویه شبیه یک سراخه یک اون زنگولهی که صدایی زن میده بعد حالا تصویر دوربین میره توی خونه و این خونه سپریت شده یک طرف انجمن زنانه است یعنی داره سوگواری میشه انگار یک نفر مرده یه طرف هم من خلاصه بکنم چون اینجا شروع نمیخوام سر بچه بچ های دیگه داریم بحث بکردیم و این دو جلسه دو جلسه هست یکی جلسه انجام زنانه هست یکی مردانه این ای که مثلا عروسی رو سپرید میکنن مراسم ازار رو سپرید میکنن این شعر فرانسوی میگه که به ظاهر اینا میخوان نشون بدن که مثلا ویدون کرد اگه مثلا ما سمت زنانه هستیم یا اگه سمت مردانه هستیم دن uh, و جالب اینه که اینجا مست کردن یه زده دستشون خود بشیشه <تصفيق> <تصفيق> و حالا خلاصه رو اینه این ماجراش اینه یعنی اون بعد اینا در حال اینکه اینا آرزوی خوابیدن دارن به هم دارن یعنی این ریاکاری رو شاعر فرانسوی این تو فیس بودن رو کشف کرده بعد داره اینجا فاش میکنه میگه تو اون انجمن اینها زن و مرد در این حال که میخوام به هم بیت مثل مزرس عروسی هست که مثلا این بر اتاق این بر خونه مثلا زنا میرسن اون بر مردا واسه هم دارن میرسن ولی یک جور نمایشی ما داریم و جالبه که در نهایت پلن بخش سوم شعر میگه که حالا اینا این جسد فوت شده این جسد وقتی که درو در میخوان از پشت باز بکنن دیگه کوبه نداره که دیگه مردون زنانه نیست در صدایی هم نهاره. در ساکت شده در ساکت شده و اون تصویر آخری که میده خیلی اساسیه میگه که عجیب غریبه این شعر میگه خروج از همان در که حالا کر و لال بیتفاوت دو لنگه در هر لنگه دست نکیر و منکر نکیر و منکر هم که میگن اینا نکیر و منکر میان از اون میپرسن و فلان اینا داره همه چیز رو مسخره میکنه یعنی گایده اسلامو و بعد میگه و دست حالا این آدمی که وقتی که میمیره این عمودی رفته افقی بوده از در کشتی بیاد بیرون این وقتی آدم میمیره میگه درش دستش مثل کیر شق میشه یعنی این دست آدم مرده شق دیگه میگه دو تا دستی که چسبیده به دو طرفش و نگاه رو ببینید این دست دو تا مرده است میگه دو دست های شق چسبیده بر دو پهلو که جسد را غاب کردن انگاری بدل این غابی که هست قاب چوبی که دو سمت ج سمت جسده این دو تا دست بازوی قاب رو نقش بازوی غاب رو ایفا میکنن بعد میگه که حالا تو اون مجلس در, در, واقع این صدای سایدن لباس ها رو ما داریم اون فضا رو توجه بکنید که فضا چگونه ساخته میشه میگه دو کوبه که دیگر نفس نمی کشن. در واقع مرگ جنسیت نداره میگه وقتی میمیری صدای زن یا مرد رو نمیشتوی وقتی میمیری در جنسیت نداره در یکسانه همه چیز یکسانه و من باید فرصت باشه اینو دیتیلش رو همه رو باید توضیح بدم بریم که چه شعریه که در اندروژنی ادارش به کاش رفته شده در طبقه بخش اولش فمینیستیه در واقع ما یه جوری احساس میکنیم که میخواد اینو جنسیت زن داره ازش دفاع میکنه در بخش دوم شد دژانره میشه در بخش سوم اندروژنی رو داریم یعنی عملکرد غیر جنسی رو داریم و میگه دو کوبه در که در نهایت رو به روی همن این در که باز میشه تا جسد افقی رد بشه این دوتا دری که از بپشتن حالا روبروی همن یعنی کسوکی روبروی همن ولی هیچ تمایلی دیگه به هم دیگه ندارن شد اینجوری تمام میشه دو, دو کوبه دو کوبه دو کوبه هر کدوم از این لنگای در دو کوبه که در نهایت روبروی همند به, به هیچ شرم و تمایلی کسکی رو میبینه و این دیگه شرمنده نیست و دیتیل های جالبی داره این شعر این شعر فرانسویه ببینید این ما, ما, این توجه این توجه به دیتیل که شعر فارسی نداریم شعر فارسی کلیه همش بس سیاسی میخواد شعر بگه یه نفر ته چای یه نفر بیرون چای و دارن نمایش دارن نگاه میکنه این همه فاتی کوماندو ما داریم این همه شاعر زن یک نفر یه شعر اینجوری نوشته باشه یعنی به این توجه این پیتنشن رو داشته باشه ما این نداریم یعنی این بدبختی ماست سیاست تمام اینجوریه. و من این شعر سیاسی میدونم اینا که از من شعر میفرستن هی hey, میگن چرا شما نمیزه این شعر سیاسی این نیست که بگین مرگ بر خامنه ای مرگ بر اینجوری باید از اساس خارمادرشون رو و این شعر کلاک کرده به نظر من